فرارسیدن اول مه روز جهانی کارگر را به همه کارگران در ایران و در سراسر جهان تبریک میگویم. امسال در شرایط کاملا ویژه‌ای به استقبال اول مه می‌رویم. در شرایطی که سرمایه‌داری بیش از هر زمان دیگری سترونی و ناتوانی خود در حفظ جان و سلامت انسان‌ها را در سراسر دنیا به نمایش گذاشته است. بیماری کرونا ناشی از یک ویروس است، ولی بحران کرونا زاده نظام سرمایه‌داری است. نظامی که با قربانی کردن بهداشت و درمان و جان و سلامت مردم به پای سودندوزی و بهره‌کشی سرمایه به اشاعه یک بیماری کشنده در سراسر جهان دامن زده است و اکنون با نفس فعالیت و گرد همایی و زندگی جمعی و تولید اجتماعی در تناقض افتاده است. مردم را در برابر این تناقض خودساخته قرار دادند که برای حفظ جان و سلامت باید از زندگی اجتماعی دست شست. ظاهرا از بین تأمین معیشت و تأمین سلامت باید یکی را انتخاب کرد. اما این تناقضی نه ناشی از شیوع یک ویروس، بلکه ناشی از نظم سرمایه و جامعه ای است که در خدمت منافع یک اقلیت مفتخر سرمایه‌دار سازمان یافته است. این سازماندهی جامعه بر مبنای سودندوزی و قوانین بازار است که نه تنها با حفظ جان و سلامت و معیشت مردم، بلکه با نفس زندگی جمعی و جامعه انسانی در تناقض افتاده است. این بحران همچنین به همگان نشان می‌دهد که چگونه ادامه حیات و بقای جامعه از درمان و بهداشت و نجات جان شهروندان تا خدمات شهری تا تهیه و توزیع مواد غذایی و تأمین اولیه‌ترین مایحتاج مردم بر دوش کارگران و در گروه کار و تلاش هر روزه آنها، حتی در دوره است که همه مردم برای نجات خود ناگزیر به خانه نشینی شدند. بیش از پیش عیان می شود که بقای جامعه در گروه کار هر روزه محرومترین و زحمتکشترین و نادیده گرفته شده ترین بخش طبقه کارگر است. بیش از هر زمان و اوریانتر و انکار ناپذیرتر از همیشه معلوم می شود که طبقه سرمایه دار، یک درصدی های مفتخوری که سودندوزی آنها به شیوع یک بیماری مهلک منجر شده، بخش توفیلی و زائد جامعه هستند و دولت های حافظ منافع آنان باید کنار زده بشوند. این واقعیات یک بار دیگر و با تأکید و برجستگی بیشتری حقانیت و ضرورت و مطلوبیت افق و آلترناتیو طبقاتی کارگران برای اداره جامعه یعنی سوسیالیسم را در چشمانداز همگان قرار می‌دهد. بحران کرونا یک بار دیگر و برجسته‌تر از همیشه نشان می‌دهد که دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید سوسیالیسم و بدون خطر سوسیالیسم منجلابی پیش نخواهد بود. نمونه اوریان و بارز منجلاب سرمایه در عصر ما جمهوری اسلامی است. حکومتی خود عامل اصلی شیوع کرونا در ایران و منطقه بوده است. رژیمی که در طول عمرش بیش از همه قربانیان کرونا در جهان مردم ایران را به کام مرگ فرستاده است. حکومتی که در طی یک هفته بیش از 1500 نفر را به خاک و خون می‌کشد و با شلیک عامدانه به هواپیمای مسافربری 176 نفر را قربانی می‌کند. چنین حکومتی مظهر بارز توحش سرمایه‌داری در عصر ما و مایه ننگ بشریت است. جامعه ایران از همان آغاز در برابر این توحش به پا خواسته است. جمهوری اسلامی از همان روز نخست تا امروز با مقاومت و تعرض گسترده جنبش کارگری و توده مردم مواجه بوده است. مبارزه‌ای که خیزش آبان و دی ماه گذشته یکی از نقاط اوج آن بود و امروز در دل بحران کرونا نیز در شکل مقابله قهرمانان پزشکان و پرستاران و کارگران بیمارستان‌ها و جمع‌ها و کمیته‌های خودیاری مردمی و به اعتراض برخاستن چهره‌ها و نهادهای جنبش کارگری در زندان و در خارج از زندان‌ها همچنان با قدرت ادامه دارد. بحران کرونا توده مردم ایران را در عزمشان برای به زیر کشیدن حکومت جانیان و غارتگران حاکم استوارتر و راسختر کرده است و دوره بعد از کرونا می تواند و باید دوران تعرض قویتر و متحدتر و گسترده‌تر مردم ایران
برای خلاصی از شر جمهوری اسلامی باشد. صاحب نظران استراتژیست های دولت های سرمایه‌داری پیش بینی می کنند که دوران پسا کرونا دوران خیزش ها و تلاطمات و ناآرامی ها خواهد بود. در ایران این دوره خیزش ها و تلاطم ها از مدت ها قبل آغاز شده است و پس از کرونا بیگمان در ابعادی گسترده تر و تعرضی تر اوج خواهد گرفت. طبقه کارگر، جنبش کارگری و نهادها و چهره های این جنبش در محور و در صفحه مقدمه این مبارزه قرار دارند. اول ماه مهم سال می تواند و باید آغازگر دوره جدیدی از مبارزه کارگران در پیشاپیش و به عنوان نماینده توده مردم به سطوح آمده از منجلاب اسلامی سرمایه و برای ریشه‌کن کردن حکومت اسلامی سرمایه‌داران باشد. زنده باد اول مه، زنده باد سوسیالیسم.